با سلام و مجدد خدمت بینندگان عزیز جوناس تیوی، قسمت دوم صحبت خودم را شروع می کنم. در این قسمت همچنان که در آغاز برنامه اعلام کردم، راجع به کنار گذاشته شدن جمهوری اسلامی از اتحاد ضد تروریستی در منطقه صحبت خواهیم داشت. هموطنان عزیز، از روزی که گروه تروریستی داعش شهر موصل، دومین شهر بزرگ عراق را تسخیر کرده، وقایعی که در اطراف این مسئله اتفاق می‌افتد و خبرهای آن تمام اخبار بین‌المللی را تحت شعاع خود قرار داده است. اکنون حدود 3 ماه از مستقر شدن داعش در شهر موصل می گذرد و اتحاد نسبتاً گسترده‌ای برای از بین بردن این گروه افراطی که به نام اسلام قتل عام به راه انداخته است شکل گرفته است. مقدمه تشکیل یک ائتلاف بزرگ در منطقه ویلز انگلستان، بریتانیا، در گرد همایی سران 40 کشور و به ویژه 60 کشور و اعضای پیمان ناتو گذاشته شد. در آنجا تصمیم گرفته شد که داعش به عنوان یک خطر بالقوه برای صلح منطقه و صلح جهانی از بین برده شود. اما برای آن استراتژی، برنامه و مقدمات لازم بود. به همین جهت تصمیم گرفته شد که در وهله اول یک دولت ائتلاف ملی در عراق روی کار بیاید تا هر نوع اقدام در عراق به کمک این دولت اتحاد ملی و با تقاضای آن انجام بگیرد، که البته این کار با برکناری مالکی، دست نشانده جمهوری اسلامی، و انتخاب حیدر مالی عملا انجام شد. در حال حاضر دولت مرکزی در عراق وجود دارد، هرچند که هنوز وزیر دفاع و وزیر کشور تعیین نشده است و این وظایف به عهده نخست وزیر می باشد. دومین قدم یک تصمیم جدی دیپلماتیک برای ایجاد ائتلاف ضد داعش از کشورهای منطقه در اینجا بوده است. بعد از مشاوره های متعدد روز پنجشنبه گذشته 10 کشور عربی با ترکیه در جده گرد هم آمدند و برای در واقع شکست دادن و از بین بردن داعش برنامه ریزی کردند. این 10 کشور عبارت بودند از ترکیه، عراق، کویت، عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات متحده، عمان، اردن و مصر. به غیر از ترکیه بقیه کشورها همه کشورهای عربی هستند. در این رابطه ایران کلاً کنار گذاشته شده بود. با اینکه ایران علاقمند بود، یکی از در واقع طرفهای درگیر با داعش به حساب آید، ولی مخالفت شدید در عربستان و کشورهای سنی منطقه باعث شد که ایران به کنفرانس جده
دعوت نشود. عمده این کشورها ایران را نه در واقع راه حل بلکه بخشی از مسئله ناامنی در منطقه تلقی می کنند. به دنبال آن، برای اینکه تقسیم کار جدی در میان کشورهای ائتلاف انجام بگیرد، فردا در پاریس کشورهای عربی و همچنین کشورهای عضو پیمان ناتو که برای مبارزه با داعش اعلان آمادگی کردند، اجلاس پاریس را تشکیل خواهند داد. در ابتدا فرانسه موافق دعوت از جمهوری اسلامی برای کنفرانس پاریس بود و بعضی از دیپلمات‌ها و سخنگویان دولت جمهوری اسلامی و بعضی از سفرا از اینکه فرانسه به اصطلاح در این رابطه جمهوری اسلامی دعوت می‌کند و ایران به نوعی از انزوا در می‌آید خوشحال بودند و این را به فال نیچ می‌گرفتند و به طور کلی تشکیل کنفرانس پاریس و شرکت جمهوری اسلامی در آن را یک فرصتی برای جمهوری اسلامی می‌شمردند. ولی آمریکا با حضور جمهوری اسلامی در کنفرانس پاریس مخالفت کرد. به همین جهت فرانسه نیز دیگر برای دعوت از جمهوری اسلامی پافشاری نکرد. هرچند که وقتی بین دیپلمات‌های فرانسوی و ایرانی در این مورد صحبت شده بود، جمهوری اسلامی گفته بود ما به شرطی در کنفرانس پاریس شرکت می‌کنیم که بشار اسد هم دعوت بشود، یعنی نمایندگان سوریه هم در آنجا شرکت داشته باشند. کنفرانسی که فردا روز دوشنبه 15 سپتامبر در پاریس تشکیل می شود، عمدتاً برای تقسیم کار بین کشورهایی است که آمادگی برای مبارزه علیه داعش را انجام دادند. البته سرپرستی این کنفرانس با فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه و موازی با آن رئیس جمهور عراق خواهد بود که هولاند بعد از مسافرت به عراق از ایشان خواسته که در این کنفرانس حضور داشته باشد و به اصطلاح مشترکاً رهبری این اجلاس را در دست داشته باشد. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز از تصمیم گیرندگان اجلاس فردا خواهد بود. مسئله این است که چگونه با داعش مبارزه و در واقع جلوی تجاوزهای آن گرفته شود. فردا قرار است کنفرانس تشکیل بشود و امروز صبح اعلام شد که داعش بار دیگر یک جروگان انگلیسی را به صورت وحشیانه سر بریده است. سر بریدن، اعدام های دست جمعی و نمایش صحنه های کشتار جمعی در رسانه های داعش و در واقع دنیای مجازی شاید برای ترساندن مردم و روستایان منطقه اثر سیاسی داشته و باعث شده است که آنها بدون مقاومت در مقابل داعش از منطقه فرار بکنند و داعش بدون مقاومت بتواند مناطق حساس را اشغال بکند. ولی همین عمل، یعنی سربریدن‌ها و قتل عام اسیران و صحنه‌های شنیع کشتار انسان‌های بیگناه، باعث می‌شود که در دنیا افکار عمومی و در میان سیاستمداران عزم جدی برای از بین بردن داعش روز به روز
بیشتر بشود. یعنی اگر این خشونت ها و ایجاد رعب و وحشت یا سیاستی که در قرون وسطا متداول بوده و اصطلاحاً النصر بالرعب گفته میشد و چیزی که جمهوری اسلامی همچنان برای ترساندن مردم از اون شیوه استفاده میکند، در آغاز عملیات داعش به نفعش تمام شده و روی مردم منطقه، مردم بیدفاع مؤثر بوده، ولی در عین حال برای تخریب چهره داعش در صحنه بین المللی کاملا عمل کرده و امروز اجماع جهانی برای از بین بردن داعش بیش از هر زمان دیگر تقویت شده است. به عنوان مثال در آمریکا قبل از این عملیات قتل عامی که داعش انجام داد و دو روزنامه نگار آمریکایی را سر برید، اکثریت مردم آمریکا مخالف دخالت آمریکا در جنگ و علیه داعش بودند، ولی بعد از اینکه داعش این اعمال وحشیانه را انجام داد و مردم در رادیو تلویزیون ها این بربریت و خشونت قرون وسطایی را مشاهده کردند، اکثرا از دولت خواستند که به هر ترتیب شده جلوی این در واقع سرطان را هر چه زودتر بگیرد. و اکنون می دانیم که نزدیک به 75% مردم آمریکا موافق دخالت نظامی آمریکا علیه داعش هستند و حتی مسئله بمباران مراکز داعش در سوریه نیز مطرح شده است. در این اینکه در واقع کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای از بین بردن داعش اتحادها و ائتلافهای گسترده ایجاد می کنند و بین خود تقسیم کار انجام می دهند، جمهوری اسلامی از این اتحادها و ائتلافها و اجلاسهای منطقه‌ای و بین المللی کنار گذاشته می شود. در این حال می دانیم که جمهوری اسلامی در عراق حضور نظامی دارد، لشکر 80 که جمهوری اسلامی در کردستان عراق حضور دارد و سپاهیان و پاسداران جمهوری اسلامی با پوشیدن لباس کردی به عنوان پیشمرج عملا همراه گروه مقتدا صدر یا سپاه بدر که آن نیز به وسیله جمهوری اسلامی آموزش داده شده و مسلح شده علیه داعش می جنگند و شکستن محاصره شهر آمرلی و در واقع بیرون راندن داعش از آمرلی توسط اینان انجام گرفته. مصاحبه هایی که مردم محلی و نظامیان منطقه انجام دادند میگویند که بعد از شکسته شدن محاصره آمرلی، قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به آنجا رفته و در پایکوبی مردم شرکت کرده است. در این حال با اینکه جمهوری اسلامی از ائتلاف‌ها و اتحادهای منطقه‌ای کنار گذاشته می شود و آمریکا به این خاطر با حضور جمهوری اسلامی در کنفرانس پاریس مخالفت می کند که حضور جمهوری اسلامی فعلا مصلحت نیست، زیرا جمهوری اسلامی از رژیم بشار اسد که در واقع همه مشکلات با وجود او به وجود آمده حمایت می کند. اما بین ایران و آمریکا سر این مسئله صحبت شده و این کار به صورت رسمی بوده و در مطبوعات اعلام شده که محمد جواد ظریف با جان کری و همچنین
عراقچی با ویلیام برونز در رابطه با مسائل عراق و سرکوبی داعش با هم صحبت کردند. در جریان شکستن محاصره آمرلی، همکاری جدی بین نظامیان جمهوری اسلامی و هواپیماهای آمریکایی وجود داشته. هواپیماهای آمریکایی مواضع داعش را در اطراف آمرلی بمباران می‌کردند و نیروهای جمهوری اسلامی از طریق زمینی پیشروی می‌نمودند. به این ترتیب یک توافق ضمنی در این مسئله برای همه آشکار شد. اما در محافل سیاسی در غرب گفته می شود که آمریکا و جمهوری اسلامی دریافتند که به کمک همدیگر برای مقابله با داعش احتیاج دارند. لیکن بدون بیان این مسئله، بدون راه انداختن تبلیغات سر این مسئله، عملا کار مشترک انجام می دهند و در دراز مدت این کارهای مشترک می تواند در گسترش روابط جمهوری اسلامی با آمریکا مؤثر باشد. البته این مسئله به موضوع مذاکرات هسته‌ای نیز بر می گردد و قرار است مذاکرات هسته‌ای در جنب اجلاس سالیانه سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل متحد شروع بشود و حدود 2 ماه ادامه یابد تا به نتیجه نهایی برسد. حال البته اظهار نظرها متفاوت بوده. عده‌ای معتقدند که در پیشرفت مذاکرات مشکلی ایجاد شده، ولی عده‌ای دیگر میگویند که امید موفقیت وجود دارد. در هر صورت از کنفرانس ژنو به بعد دیدارهای نمایندگان جمهوری اسلامی با مقامات آمریکایی در سطح وزیر خارجه، در سطح معاونان وزرای خارجه، در سطح سفرا و دیپلمات‌ها به صورت گسترده وجود داشته و در کنار مباحثات هسته‌ای مسئله همکاری‌های آمریکا با ایران در عراق مطرح می‌شود و انجام می‌گیرد. در واقع اگر هم بخواهیم به طور واقعی به مسئله نگاه بکنیم، تنها نیرویی که می‌تواند عمل بکند در مقابل داعش در عراق نیروهای جمهوری اسلامی هستند و این مسئله به این خاطر هستش که داعش اساساً علیه جمهوری اسلامی خلق شده است و جمهوری اسلامی در وجود داعش نابودی خود را می‌بیند. بنابراین می‌خواهد قبل از اینکه داعش به مرزهای جمهوری اسلامی برسد، آن را در عراق یا اگر شد در سوریه از بین ببرد. بمباران مناطق داعش توسط آمریکا به هیچ وجه با اعتراض و مخالفت جمهوری اسلامی مواجه نشده است و حتی به صورت تلویحی از این مسئله تایید و تمجید نیز شده است، در حالی که اگر روابط مثل گذشته بود، اقدام نظامی آمریکا در عراق می توانست با بوق و کرنا در مطبوعات جمهوری اسلامی دمیده شود و با حضور نظامی آمریکا در این منطقه مخالفت بشود. البته بعد از آنکه جمهوری اسلامی به کنفرانس جده دعوت نشد و همچنین به کنفرانس پاریس، عملا با شرکت جمهوری اسلامی در کنفرانس پاریس مخالفت شد، بعضی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله دریادار شمخانی که ابتدا خوشبین بود که ایران در کنفرانس پاریس شرکت خواهد کرد،
شروع به اعتراض نمودند و گفتند که تلاش آمریکا برای تشکیل ائتلاف برای سرپوش گذاشتن به اشتباهات و کارهای گذشته خود است که در واقع باعث به وجود آمدن داعش شده است. اکنون در مطبوعات عربی گفته می شود که بشار اسد، جمهوری اسلامی و روسیه شدیداً با ائتلاف بین المللی علیه داعش مخالفت می کنند. مثل همیشه کلید این مسئله را نیز در آغاز این مسئله را روس‌ها کلید زدند. ابتدا پوتین صحبت کرد، بعد سخنگوی رسمی دولت روسیه گفت که بعد از آنچه آمریکا تصمیم گرفت مواضع داعش را در سوریه بمباران بکند، روسیه اعلام کرد که هر گونه اقدام در این رابطه نقض حاکمیت ملی و زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی است و روسیه خواستار طرح این مسئله در شورای امنیت سازمان ملل شد. به دنبال آن شمخانی گفت که آمریکا با دور زدن نهادهای بین المللی قوانین بین المللی را زیر پا می‌گذارد و می‌خواهد به اصطلاح سیاست‌های گذشته خود را با ائتلافی که تشکیل می‌دهد سرپوش بگذارد. ما سخنگوی دولت سوریه بعد از اظهارات شمخانی از مواضع جمهوری اسلامی اظهار شادمانی کرد و اعلام نمود که هر گونه ورود هر هواپیما به حریم هوایی سوریه با عکس العمل پدافند هوایی سوریه مواجه خواهد شد. می‌دانیم که نزدیک به 2/3 خاک سوریه عملا از کنترل دولت مرکزی خارج است و گروه‌های متعدد مسلح مناطق مختلف سوریه را در اختیار خود دارند. حال اگر آمریکا شروع به بمباران مواضع داعش در سوریه بکند، بعید است که سوریه عکس‌العمل نشان بدهد، زیرا همین عمل یعنی بمباران مواضع داعش در سوریه غیر مستقیم به نفع دولت اسد نیز می باشد، مگر اینکه آمریکا تدارکات دیگری دیده باشد و مناطقی که از دست داعش خارج می شود بتواند توسط گروه‌های مخالف اسد که نزدیک به غرب هستند آن مناطق را پر بکند. مسئله در واقع تشکیل دولت مرکزی عراق انجام گرفت، مسئله ائتلاف منطقه‌ای و بین‌المللی برای مبارزه با داعش در حال شکل‌گیری نهایی است، مسئله تسلیح کردها در کردستان عراق برای اینکه بتواند همراه با بمباران هوایی نیروهای کرد بتوانند در زمین مناطق اشغالی داعش را هم با کمک ارتش عراق از دست داعش خارج بکنند، اینها در حال انجام هست. مرحله اصلی که در واقع قطع منابع درآمد و منابع رسیدن نیروی کمکی به داعش هست از این به بعد انجام خواهد گرفت. کشورهای عربی که در جده جرد هم آمده بودند همگی تعهد کردند که هیچ گونه کمکی به داعش و گروه‌های وابسته به داعش نکنند و افراد مشخص و در واقع کسانی که به صورت منفرد در کویت، عربستان، قطر و امارات متحده پولهای هنگفتی را در اختیار داعش می‌گذاشتند از آن کار جلوگیری بشود و تا اندازه منابع مالی داعش که از طریق شیخ نشینای
جنوب خلیج فارس و کشورهای عربی تعمیم میشد کنترل شده است. اما منبع دیگر درآمد داعش صدور نفت منطقه دیرزور سوریه و منطقه نفت موصل به طور قاچاق از طریق ترکیه است. با اینکه ترکیه در ائتلاف جده حضور داشت، عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است و فردا نیز وزیر خارجه‌اش در کنفرانس پاریس حضور می‌یابد، اما حاضر نشده است پایگاه انجرلیک در ترکیه که پایگاه ناتو است برای بمباران مواضع داعش مورد استفاده قرار بگیرد و تنها قول داده است که تا اندازه‌ای به اصطلاح از کمک‌های انسانی از طریق ترکیه به مردم مناطق تحت نفوذ داعش برسد و به اصطلاح مرزها کنترل بشوند تا افراد داعش نتوانند از آن عبور بکنند. چرا ترکیه که عضو پیمان ناتوس و عملا باید هماهنگ با آنها باشد در این رابطه به اصطلاح همراهی نمی کند؟ واقعیت این است که ترکیه می داند پایان این جریان، یعنی از بین رفتن داعش، با توجه به تسلیحاتی که کشورهای غربی در اختیار کردستان عراق و سوریه میگذارند، به معنی استقلال کامل کردستان عراق، کردستان سوریه و مشروعیت یافتن پکاکا خواهد بود. همکنون نیز کارشناسان نظامی معتقدند که نیروی پیشمرگه کردستان عراق طی 20 سال گذشته در هیچ گونه جنگ و درگیری شرکت نداشته و با توجه به فساد و در واقع بی‌نظمی که در آنجا حاکم بوده، این نیرو عملا در خط مقدم جبهه کارایی چندانی ندارد. شکست های پی در پی پیشمرجه های کرد از داعش در مناطق مختلف شمال عراق نشان داد که این نیروی پیشمرجه به هیچ وجه کارایی که تبلیغ می کرد ندارد. در مقابل افراد پکاکا که همواره با ارتش ترکیه طی 35 سال گذشته درگیر بودند، جنگ آزموده بودند و توانستند در بعضی از مناطق به صورت رویارو با داعش درگیر بشوند و داعش را شکست بدهند. بنابراین بعضی از طراحان نظامی استفاده از نیروهای نظامی پکاکا علیه داعش را ضروری می‌دانند. این مسئله یعنی اینکه شکست داعش در شمال عراق به معنای استقلال کامل کردستان عراق و بعد کردستان سوریه است و همچنین مشروعیت یافتن پکاکا برای دولت ترکیه، هرچند روابط خیلی نزدیکی با اقلیم کردستان عراق دارد و آن را در واقع زایده اقتصادی خود می داند، نگران کننده است. بنابراین نمی خواهد به این راحتی این کار انجام بگیرد و در پایان مسئله ترکیه بازنده محسوب بشود. برای عدم دخالت نظامی در این جریان، مسئله جروگان‌های ترک در شهر موصل را عنوان می‌کند که 49 نفر دیپلمات و راننده ترک در روز اشغال موصل توسط داعش اسیر شدند و هر گونه شرکت ترکیه در عملیات نظامی می‌تواند جان آنها را به خطر بیندازد. به این جهت شرکت نمی‌کند. مسئله دیگر مسئله درآمد نفتی داعش است که قاچاق نفت
از طریق ترکیه انجام می‌گیرد. گزارش‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد که در واقع هر چاهی یک مسئولی دارد و وقتی نفت را استخراج می‌کنند، در بعضی از مناطق حتی لوله‌کشی‌های کوچک چند کیلومتری انجام گرفته تا بتونن به اصطلاح به محل مناسبی برسانند و از طریق قاچاق، از طریق قاچاق نفت از ترکیه یه منبع درآمد سرشار برای دولت اسلامی در شمال عراق که همون داعش است ایجاد شده است. آیا دولت ترکیه خواهد توانست جلوی این قاچاق را بگیرد؟ آیا اراده لازم برای جلوگیری از این قاچاق و رسیدن پول برای داعش وجود دارد؟ گزارش بعضی از روزنامه‌های ترکیه نشان می‌دهد که بعضی از پایگاه‌های داعش در داخل خاک ترکیه قرار گرفته، به صورت رسمی یا غیر رسمی. اخیراً یکی از تلویزیون‌های آلمان گزارشی را پخش کرد که نشان می‌دهد یکی از پایگاه‌های آموزشی داعش در جنوب ترکیه قرار داشته است. در هر صورت ترکیه برای مبارزه با بشار اسد جبهه نصره را تقویت کرد، به وجود آورد و داعش عمدتاً از درون جبهه نصره زاده شده. عمده نیروی داعش امروز از جبهه نصره است که در جنگ سوریه عضوگیری شدند. مسئله پیچیده تر از آن است که بشود با تصمیمای پشت میز یا در کنفرانس های اینجا و آنجا آن را حل نمود. این مسئله به منافع تک تک کشورهای منطقه مربوط می شود و آنها نمی توانند بدون در نظر گرفتن منافع ملی خودشان در مقابل داعش تصمیم جدی بگیرند. کشورهای سنی عمدتاً کمک مالی و پول خواهند داد. آنها بعید است که بتوانند یا بخواهند از نیروی نظامی پیشرفته‌ای که فراهم کرده‌اند علیه داعش استفاده بکنند. در این رابطه نیرویی که در واقع باید علیه داعش عمل بکند، یکی مخالفان بشار اسد در سوریه یا نیروهای میانه‌روی مخالف اسد در سوریه هست، دیگری پیشمرجه‌های کرد در سوریه و کردستان عراق و جنب اینها نیروهای پاسدار جمهوری اسلامی هستند که می توانند در صحنه عمل بکنند و داعش را عقب برانند یا مناطقش را از دستش خارج نمایند. در حال حاضر در سوریه سه نیروی مسلح اسلامی وجود دارد. عمده‌ترین نیرو داعش است که منطقه شمال شرقی سوریه را تماماً تحت کنترل خود دارد و مرزهای ترکیه را نیز کنترل می کند. بعد از آن جبهه نصره است که عمدتاً در منطقه غرب سوریه مستقر هست و هر دو بخشهایی از اطراف دمشق را نیز در اختیار دارد. سوم نیرو جبهه متحد انقلابیون سوریه است. جانها هم اسلامی هستند ولی در بعضی از عملیات با جبهه نصره همکاری میکنند. جبهه نصره هم خود در بعضی از عملیات با داعش همکاری میکند. بنابراین مسئله پیدا کردن نیروی میانه رو برای مبارزه با اسد در سوریه با مشکل جدی مواجه است. طی 3 سال گذشته سیاست‌های جمهوری اسلامی، سیاست‌های خود بشار اسد، سیاست‌های روسیه در اون منطقه باعث شده است که نیروهای
میانه رو و دموکرات که با غرب رابطه داشتند عملا از بین بروند و تمام سلاح‌ها، امکانات و تجهیزاتی که در اختیار آنها گذاشته شده بود توسط گروه‌های افراطی یا جبهه نصره یا داعش ضبط بشود و افراد مؤثر گروه‌های لایج کشته بشود. تسلیحات داعش معمولا گفته می شود که عمدتا از لشکر مستقر عراق در موصل گرفته شده، ولی این همه مسئله نیست. بخش بزرگی از تسلیحات داعش البته از موصل به دست آمده، ولی بخش دیگرش با خل سلاح کردن و اشغال مناطق گروه های دیگر در سوریه به دست آمده است، یا از طریق اشغال پادگان‌های سوریه و با عقب نشینی دلبخواه ارتش سوریه از اون مناطق به دست داعش افتاده است. روزنامه‌های فرانسوی می‌نویسند که داعش به غیر از این بنابه تسلیحاتی توانسته است از طریق بلغارستان با قاچاق با شبکه بین‌المللی قاچاق اسلحه نیز ارتباط برقرار بکند و بخشی از نیازهای خود را از طریق بلغارستان، از طریق قاچاقچی‌های بین‌المللی که بازار سیاه اسلحه را در دنیا در اختیار دارند، احتیاجات خود را تامین بکند. در هر صورت داعش در این نوع مسائل فکر فردای خود را نیز کرده است. همه کارشناسان، همه صاحب نظران معتقدند که مبارزه با داعش صحبت یک هفته، یک ماه، یک سال نخواهد بود. این مسئله سالها طول خواهد کشید و بهترین یا در واقع خوشبینانه ترین نظر، نظر اوباماست که 3 سال برای سرکوبی داعش زمان تعیین کرده است. در این رابطه جمهوری اسلامی هر روز که در این رابطه در صحنه بین‌المللی منزوی است ولی در عمل با داعش درگیر شده است، روز به روز در این باتلاقی که خود به دست خود کنده است غرق خواهد شد. زیرا در پیدایش داعش جمهوری اسلامی نیز مستقیما و غیر مستقیما نقش جدی داشته است. هموطنان عزیز، صحبت امروز من در اینجا به پایان میرسد. تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنم. شاد و تندرست باشید.